ناکنین در واقع ما دیشب از بحث های شما یه سوال رو مطرح کردیم که خداوند خب چرا یه جهانی رو در واقع آفریدش که شر توش باشه، یا اینکه میتونست کلن جهانی رو بیافرینه این بهشت که شر کمتری درش باشه، که حالا من اصلا این شر و قابلیت شر اول مطرح میکنم. بعد یه سوالی دارم از شما، میگم که با فرض اینکه خداوند هدفش از آفرینش انسان، حالا این رو من برای شما فرض میگیرم چون میدونم احتمالا شما این رو قبول نداری، ولی خب من این دیدگاه هم هست، با فرض اینکه آفرینش انسان به خاطر تجلی صفات خودش باشه، یعنی با فرض اینکه هدف خداوند از آفرینش انسان تجلی صفات خودش باشه، تو جهانی که قابلیت شر نداشته باشه چگونه میتونه صفت علیم بودن و عدل رو به منصه ظهور بذاره؟ حالا یعنی چی؟ یعنی که من میام اینجا علم رو، همونطور که خودتونم دیشب گفتین، علم رو وقتی میگم گفتین که ما اگه کامل علم رو پیدا کنیم دیگه علم معنایی نداره، پس ما علم رو جایی بهش میتونیم برسیم که نبودش باشه، یعنی در واقع جهلی باشه که ما بتونیم وقتی که پیش میریم به اون صفت علیم برسیم، و همچنین عدل رو جایی میتونیم بهش برسیم که یک انسانی باشه که بتونه انتخاب بکنه بین انصاف داشتن و انصاف نداشتن. این دو صفت رو خب خداوند در قرآن هم بیان میکنه، مخصوصا همین دو صفت رو که تفاوت انسان میشه و در واقع سایر موجودات، یکی علم و یکی عدل هستش. و ما در جهانی که قابلیت وجود شر نباشه، خب در واقع این صفت نمیتونه زور پیدا کنه، چون ما علم رو به صورت کامل داریم، عدل رو هم به صورت کامل داریم. بله بله، این یه نکته. بعد در واقع من میگم اختلاف نظری که با جناب میرداماد دارم این هستش که ایشون خیر کثیر و شر قلیل میبینن، من کلن شر رو عدمی و خیر رو وجودی در نظر میگیرم. خب بریم هم سر سوال سر مشکل اول بذارید بمونیم. شما گفتید که اگه درست فهمیدم صحبت شما اینه که خدا صفاتی داره که دو تا از این صفات ها عالم یا علیم بودن و عادل بودن، خب، و اینها وقتی تجلی پیدا میکنه، خب، که یک جهان ناقصی وجود داشته باشه، که در این جهان جهل وجود داشته باشه که ما بفهمیم خدا علیم است، یا در این جهان عدم انصاف و بیداد وجود داشته باشه که حالا نه که ما بفهمیم، صفت عدل خدا تجلی پیدا کنه. تا اینجا درست فهمیدم؟ نکنین درست فهمیدیم، ولی یه نکته هستش اینجا جناب وریا، جهل وجود داشته باشه، من همین که این مشکل من که جهل رو من وجودی نمیگیرم، من میگم عدم نبود علم در یک جهان میشه جهل، یعنی نقطه صفر، نه نقطه منفی 15، نقطه صفر رو من جهل میگیرم، متوجه این؟ بعد عین یه لیوانی که درونش خالیه، من این رو صفر میگیرم، هر چقدر که پر میشه علمش بیشتر میشه، یعنی جهل رو شر نمیگیرم، عدم نبود علم میگیرم. بسیار خوب، من یه ذره در مورد علم صحبت کنم. من افخی در مورد علم مطلق صحبت میکنیم، من که فکر میکنم علم مطلق نمیتواند وجود داشته باشد، چون تعداد ممکنها و پاسیبلیتی ها در بی نهایت جهان بی نهایت است، ولی چون ما میگیم خدا بی نهایت است، که این خودش به نظر من یک اشکالی است که این موجودی که بی نهایت هست چگونه میتونه از این طرف بی نهایتش تا اون طرف بی نهایتش با هم ارتباط داشته باشه، چون منهای بی نهایت تا مثبت بی نهایت میریم دیگه، اون بخشی از خدا که روی منهای بی نهایت میفته باید در لحظه در یک آن با اون بخشی از خدا که تو مثبت بی نهایت میفته با هم در ارتباط باشن، ولی دو تا بی نهایت نمیتونن با هم در ارتباط باشن. حالا اینا رو بگذاریم که اینا اشکالات دیگه است، اما نکته اینجاست که من میگم اگر تمام بی نهایت امکانی که از بی نهایت جهان می شد باشه، همه علم جهان باشه، همه دانایی که ممکن است، بالاخره یک چیزهای ممکن است دیگه اونهایی که ممکن نیست که دیگه جز دانایی نیست، یعنی آنچه که میشه، وقتی ما میگیم خدا عالم است، خدا عالم به گزاره‌های صادق است دیگه، گزاره‌های ناصادق که دیگه جز علم حساب نمیشن، خب، به همه آنچه که میشود، اگر بگیم خدا به همه آنچه که میشود عالم است،
همه آنچه که میشود باشد، تمام بی نهایت جهانهایی رو که میتوانند وجود داشته باشند، خدا از اول تا آخرشون رو میدونه. خب حالا اگر خدا همه اینا رو میدونه، پس که جهلی نیست، جهلی وجود نداره، اصلا احتیاجی تمام. بعد خدا کامل است. وقتی خدا کامل است، یعنی هر گونه تغییر خدا رو از صفت کامل بودن خارج میکنه. حالا خدا میاد خلق میکنه. اولا سوال، آیا ما در درون خدا خلق شدیم؟ یعنی بخشی از این خدا هستیم؟ اگر ما هنوز جزئی از خدا هستیم، که یعنی خدا یک جزء ناکامل داره، چون ما که میدونیم کامل نیستیم، جهان ما که ناکامل است، مگر اینکه بیایم بگیم نه، ما بیرون از خدا هستیم، پس دیگه خدا بی نهایت نیست. اینم یه اشکال، چون یه بخشی از ما، یک بخشی وجود داره که جزء خدا نیست دیگه. یعنی با اینکه اگه خدا بی نهایت، من میتونم اینجا ورود کنم؟ بله بفهم. اول اگه یه صحبت که شما میگی خداوند کامل هست، خب این درست. خب اینجایی که من میام جهل رو مطرح میکنم، بیشتر نسبت به انسان و جهانی که انسان توشه. یعنی من میگم انسان آفریده شده به خاطر اینکه تجلی صفات الهی باشه، پس به همین جهت به خاطر تجلی صفات علیم بودن الهی باید از جهل به سوی علم حرکت بکنه تا بتونه اون صفت رو به منس زور بزنه. خیلی خب سوال باشه باشه، من فهمیدم اینو، منم می‌خواستم به همین جا برسم. سوال دوم کرد، اون سوال دومتون جوابش رو الان دارم، ولی اگه بس بره دیگه میره. بفهم. یه سوال دوم کرد که آیا ما درون خداوند هستیم یا بیرون خداوند هستیم. خب این سوال توی سوال قدیمی هستش، توی مناظره قدیمی هم هستش، ولی حالا نمیدونم جوابش براتون قانع کننده باشه یا نه. این سوال رو یکی از علما پرسید و جوابی که هست اینه که نسبت ما به خداوند نسبت تصویر درون آینه به صاحب تصویره. یعنی شما، نه شما درون اون تصویر هستین، نه اون تصویر درون شما هست، ولی هر دو با هم نسبتی دارین. حالا سوال اول هم رد جواب دادیم، بس سوال دوم. حالا من در مورد این دومی یه چیز بگم. ببین خیلی اشکال داره، ما نمیتونیم یک مفهومی رو که متناقضه بیاریم، بعد برای اینکه تناقض بگیم تناقض نداره، یه مثال بزنیم. مثلا از امام جعفر صادق پرسیدن، یک ترسا یا یک مسیحی اومد، نمیدونم اون مکالمه بین امام جعفر صادق یک مناظره است، که چون امام جعفر صادق خیلی اهل دیبیت بوده، ایشون خیلی دیبیتر خوبی هم بوده، مناظره خیلی خوب میکرده. یک مسیحی میاد و از ایشون سوالهایی میپرسه. یکی از سوالها اینه، میگه که مگر شما نمیگید که در بهشت یک درختی هست که همه از اون میخورن و تموم نمیشه میوه هاش؟ خب این مثالش در این جهان چیست؟ حالا بگذاریم که سوال خودش سوال بیهوده مغالطه ایه واقعا. اگر در بهشته که دیگه رفتی به این جهان نداره، قرار نیست نشانهی در این جهان باشه. میگه شما نگاه بکنید یک آتش رو، ببینید خود ادعا مغالطه است که یک درختی است که هرچی ازش میکنی تموم نمیشه. این یک بی‌نهایتی است که اصلا بی‌نهایت تقریبا بی‌معنی است. ما اصلا یک مفهوم مصداق براش آوردن بی‌معنی است. حالا ایشون پاسخی که امام جعفر صادق میده به سوالی که مغالطه است و در مقابل یک مغالطه هم این سوال مطرح شده، در مقابل یک ادعای مغالطه، پاسخ ایشون اینه، میگه که شما به یک شعله آتش نگاه کنید. خب ما یک شمع داریم، باهاش هزار تا شمع میشه روشن کرد، ولی آیا چیزی از اون شمع اول کم میشه؟ خب این به نظر میاد که یک استدلاله. اگه شما ندونید که فیزیک چجوری کار میکنه و داستان شمع چیست و حرارت چیست و این چیزها، شما فهم میکنه خب بله دیگه، انگار یک شمع از وجود خود چیزی به شمع دیگه میده ولی تموم هم نمیشه. ولی واقعا که این استدلال نیست. حالا این چی که شما گفتید به نظر من اصلا استدلال خوبی نیست، این یک اشکالیه. یعنی ما یک اشکال منطقی داریم میگیریم با یک analogy به قول انگلیسی ها، یا یک مقایسه قیاسی که به نظر من معل فارقه نمیشه این مسئله رو دارین درست. ما باید well defined بکنیم وقتی میگیم خدا بی نهایت، منظورمون چیه؟ بی نهایت ممکنه، یعنی تمام بی نهایت ممکنهایی که وجود داره همش در هم خداست. اسپینوزا خدا رو اینطوری تعریف میکنه دیگه، میگه بی نهایت امکان وجود داره، پس خدا بی نهایت صفت داره، خود صفات خدا بی نهایت هستن، ما بخشی از این صفات خدا رو داریم، در این جهان تجلیش رو میبینیم. حالا از اینا بگذاریم، سوال من اینه که فرض کنیم این که شما میگید درست باشه، که خدا میخواهد تجلی پیدا کنه، برای اینکه میخواد تجلی پیدا بکنه خلق میکنه که در مخلوق خودش بعد از عدل رو نشون بده، بی عدالتی رو هم نشون بده، علم رو نشون بده، جهل رو هم نشون بده. حالا من اینو پرسم، موجودی که خالق است و ببخشید موجودی که کامل است و هم بی نهایت صفت داره، آیا احتیاج به تجلی صفاتش داره؟ آیا نیاز داره که صفاتش تجلی پیدا بکنه یا نداره؟
این رو حقیقتش این سوال منم هست و بله این باعث میشه که اون جایی که من میگم که در واقع این صفت علیم بودن رو میخواسته به من از زور بذاره، حالا این جهل در واقع شر نیست، مثلا از این طرف من در واقع بحث کردم، اونجا من فکر میکنم که به نظرم این جواب میده. ولی اینکه اگه شما از من بپرسین که چرا خداوند با بی‌نهایتیش میخواسته تجلی بکنه، این خب سوال خیلی میدونی این سوالیه که پشت همه سوالاست. خب همین ببین این نکته سوال اینه. رو من نمیدونم جوابش رو، ولی این سوال شر و در واقع خیر رو، خب یه سری سوالا رو میدونم یه سری سوالا رو نمیدونم، ولی این سوال خیر و شر رو برای صفت علی مثلا من واقعا همینطوری معنی میکنم و به نظرم من درسته که مثلا ای که موجودی رو بخواد بیافرینه که علیم من خودش رو به نمایش بذاره، تنها میتونه موجودی رو بیافرینه که از جهل به سوی علم حرکت کنه. حالا اینم نه در قالب من بگم ببخش، نه در قالب مثلا کتب مذهبی، نکن من انسان رو به واسطه این که از جهل به سوی علم حرکت میکنه موجودی میدونم که صفت علیم بودن خداوند رو به راحتی نمایش میده. حالا چه شما باشین، چه آقای آرش، چه هر کسی دیگه ای که دنبال علم میره، این شما به واسطه به هر چقدر که به علم و آگاهی میرین جلو و نزدیک میشین، اون صفت علیم بودن رو نشون میدین. حالا چه شما چه با فلسفه. بله بله من متوجه هستم. سوال دیگه هم هست که شما میپرسین، دفعه پیشم پرسیده بودین، بر من جالب بود که خداوند چرا خودش رو پنهان میکنه. به نظر من اون هم حتی توی این قالب میتونه معنی بشه که چرا پنهان میکنه. قبل اینکه به این پنهان شدن خدا برسیم، قبل اینکه برسیم من همینو ببینید داستان تجلیابی شما میگید ما میتونیم چیز رو پاسخ بدیم، ولی خب یه مرحله پشترش یه سوال جدیتره که اون رو، خب نکته همینه که اگر مثلا ما پاسخ اراده آزاد رو میاریم میذاریم جلوی برهان شر، خب بعد یه سوال بنیادی تر مطرح میشه پشت اون. خب بعد که مثلا ما سوال میپرسیم که آیا خدا خودش اراده آزاد داره، اگه خدا خودش اراده آزاد داره آیا خدا آینده رو میدونه یا نمیدونه، اگر میدونه آره آینده رو و میدونه چه تصمیمی میخواد بگیره، پس اراده آزاد نداره چون نمیتونه تصمیم خودش رو که نقض بکنه، مجبور اون تصمیمی رو که میدونه میگیره انجام بده. یعنی میخوام بگم یه مرحله ما میریم عقب‌تر یه سوال دیگه میکنیم که سیستم به تناقض میخوره. حالا اینجا هم همینه، من فکر میکنم اگر خدا کامل است و وجود کامل است و بی نیاز است که قرار است اینطوری باشه، باید حقیقت مطلق باشه، باید متعالی ترین موجودی باشه که میتواند باشد، خب این موجود احتیاجی به تجلی صفاتش نداره. میخواد صفاتش رو به کی نشون بده؟ به ما میخواد نشون بده. یعنی مثل اینکه ما یک موجوداتی بسازیم، مثل یک میکروب بسازیم و بعد بخوایم به اونها نشون بدیم که ما چقدر داناییم، چقدر عادلیم، چقدر خوبیم. اصلا لزومی نداره، ما خودمون میدونیم که چقدر داناییم و چقدر. اصلا لزومی نداره که برای موجودی مثل انسان مگر اینکه بخواد برای خودش تجلی بده صفاتشو. اگر میخواد برای خودش تجلی بده یعنی نیاز به تجلی دادن صفاتش داره و ثانیاً در این نیازمندی خودش داره ما رو قربانی میکنه، داره از ما استفاده ابزاری میکنه. میدونید نمیدونم شما داستانای سای فای میخونید، یعنی خیلی جالبه مثلا همین داستانای آسیموف، خلاص آسیموف هم نه، مثلا در یک فیلمی هست به نام اکس مکینا، خیلی جالبه که نشون میده که یک خالق چگونه میتونه از یک مخلوقی که اراده داره و دیگه سنتینته و احساس داره چگونه به راحتی سوء استفاده کنه. میگه من خالق توام و هدفم آفرینشه، هدفم تجلی علم منه، من میخوام به AI یا اون ذهن کاملی برسم که برابری بکنه با من، کنار من بشینه با من و تورین تست رو رد بشه، یعنی من نتونم بفهمم که AI تورین تست به قول معروف در تکنولوژی اون چیزی است که میگن آقا وقتیش ما تونستیم یه کامپیوتر بسازیم، کامپیوتر با انسان صحبت کرد و اون آدم نفهمید که یه کامپیوتر داره حرف میزنه، اونجا اون AI یا اون هوش مصنوعی، حالا کامپیوترش داره هوش مصنوعی، توانسته از این امتحان تورین تست، امتحان تست تورین رد بشه. خب و کسی که به سمت داره به تست تورین فکر میکنه براش مهم نیست که یک AI درست کرده که این AI حالا درست تورین تست رو درست نتونست رد بشه ولی هنوز احساس داره، هنوز میخواد باشه، هنوز میخواد آزاد باشه، مهم نیست، خیلی راحتی که پارش میکنه دوباره از اول اسمبلش میکنه. خب و من میخوام بگم اگر خدا
نیاز داره تجلی پیدا بده، این صفاتشو تجلی بده، اولا که نیازمنده، پس یه جوری هم انگار نیازمند پرستش ما هم تازه هست. من نمیدونم که در ما این صفت پرستش رو گذاشته، اینا هم به کنار، ثالثا اینکه از ما داره استفاده میکنه. تمام این کسانی که قربانی جهنم میشن، میرن در جهنم، مهم نیست یک روز یا یک میلیارد سال یا بی‌نهایت، فرق نمیکنه، اینها قربانیان نظامی هستن که این موجود کامل ما میخواد خودش رو تجلی بده. اینا به نظر من اشکالات جدی. اگر پاسخی به اینها دارید بفرمایید، اگر نه بریم سر دیوان هیدننس که میخواستید بگید. بله، نه من یه مقدار در باره این برهان شر در واقع یه بحثی دارم هنوز، و اونم این که اون سوال شما رو قبول دارم که میگین که در واقع اون هدف اولیه چیه، اون رو من درباره تحقیق نکردم. من درباره همین برهان شر یه مقدار تحقیق کردم و یه مقدار سوال داشتم که خب گفتم من شر رو شر قلیل نمیدونم، من شر رو کلا عدمی به نظرم هستش. و اینکه شما یه چیزی رو دیشب مطرح کردی خیلی جالب بود، شر طبیعی. شر طبیعی این سیل، زلزله، این در واقع مرگ سلول ها. یه نکته هست آقای وریالا، من داشتم فکر میکردم بهش، ما اصلا باید ببینیم شر طبیعی آیا شر هست یا شر نیست. ما چه چیز رو شر میگیریم و چه چیز رو خیر میگیریم؟ همینجا من همه درد و رنجی که شامل حال انسان نمی شده قبل از انسان، همش میشه شر طبیعی. آیا شما باور دارید که حیوان ها درد و رنج؟ من همین امروز خونه یکی از دوستام رفتم و پام درو باز کردم، پام رفت رو پای سگش، خب، و اون سگ شروع کرد به من واق واق کردن، کاملا به من نشون داد که نفس ناراحت، ترسیده، از ترس میلرزید، پاش درد گرفته بود. من کاملا دیدم که حال این حیوان رو بد کردم با یک کار که خودم هم نفهمیدم، کاملا در این حیوان درد و رنج ایجاد کردم. یعنی حیوان ها از نظر من کاملا میتونن درد و رنج رو حس کنن. البته دکارت و حتی سی اس لوئیس، خیلی جالبه، اینها هر دو به یک تناقضی رسیدن در باب شر طبیعی که مجبور شدن، نه فقط اینها، خیلی از فیلسوفان دیگه گفتن. آقا دکارت که رسما گفت آقا حیوانها درد و رنج نمیفهمن، آخه نمیشه که حیوانها درد و رنج بفهمن خدام خیرخواه باشه، نمیشه. این همه رنج طبیعی رو حیوانها بدون دخالت انسان توده 500 میلیارد سال تجربه کردن، خب پس مگه میشه؟ مگه خدا میتونه اجازه بده این همه درد و رنج رو؟ پس حیوانها درد و رنج، پس حیوانها تحمل درد یعنی درد رو نمیفهمن، یا اگرم درد میفهمن به مدلی نیست که ما میفهمیم. حیوانات، یعنی نتیجه شون این بود. به نظر شما این حیوانات درد و رنج میفهمن، یا اگر میفهمن این چاره طبیعی هست یا نیست؟ خب نگاه کنید، همین در واقع من روی همین قضیه رو فکر کردم. یعنی مثلا ما تو خود انسان، حالا الان حیوان ها رو هم باز مثلا تو خود انسان ما داریم که سلول های پوست، حالا من چون رشته خودم بایوفیزیک بود در واقع اینو به چشم خودم دیدم، ما دیدیم که سلول های پوست میمیرن، مرگ رو ما اصلا شر میگیریم دیگه. سلول های پوست میمیرن و سلول های جدید جایگزین اون میشن. و حالا ما تو اون هیته که کار میکردیم اثر پلاسما روی پوست بررسی میکردیم، بعضی وقتا حتی میدیدیم پوست ایجاد شده بعد از مرگ سلولی بهتر از پوست قبلیه، گویی که مرگ آمادگی برای یک حیات جدید در سیستم پوست طبیعی انسان بود. حالا این رو مثلا ما میتونیم در درخت ها هم ببینیم. شما درخت ها پاییز، زمستون، تمام برگ‌های اونها میریزه. به دید ما در زمان زمستون و در زمان در واقع پاییز، این مرگ اون درخت و مرگ اون تمام برگ‌های اون درختان معنی میشه. ولی وقتی که ما میریم در بهار میفهمیم که اون مرگ آمادگی برای یک حیات جدید در اون درختان بود. البته من این رو تعمیم نمیدم به حالا تمام اتفاقات انسانی، تمام شرایط. من فهمیدم. ولی کلن از لحاظ طبیعی من یک مقدار کامل کنم بعد اگه امکان داره تو همین شهر طبیعی اگه امکانش از جا باشد. بعد این دو مورد، بعد مثلا بعضی جاها ما میایم کلا مثلا برای حیوانات که گفتین، مثلا ما یه شهری داریم که مار هست توش و کلی موش، ما خودمون مارها موشها رو میخورن و این خب یک شر طبیعی که نسبت به موشها اعمال میشه. ما خودمون میایم میگیم که مارها رو میکشیم که دیگه این موشهای بیچاره نمیرن. بعد موشها با زیاد شدنشون
شر بسیار زیادی رو در اثر بیماری هایی که توی اکوسیستم ایجاد میکنن برای ما به وجود میارن. یعنی من به نظرم شرهای طبیعی رو مثلا عین زلزله، عین طوفان، عین همین اکوسیستم، اینها رو باید ما با یک ژئوفیزیک یا یک کسی که کیهانشناسی، هواشناسی خونده اینا رو باید ببینیم آیا اینها شره و یا اینکه ما از دید ما الان شره، آیا یه واقعا حکمت طبیعی درش هست. بسیار خوب، من چند تا پاسخ سریع که به ذهنم میرسه بگم. فقط از ببخشید بهنام جان اگر لطف کنید نگه دارید میکروفونتون رو. آرش جان و آرزو عزیز، من خواهش میکنم که الان فعلا دیگه دوستان جدید رو بالا نیارین تا ما با همین دوستان گفتگومون رو کامل کنیم، چون میترسم نرسیم. کسی بالا نمیاد وقت جدید. آره، چون الان 44 دقیقه گذشته، قراره که این جلسه 2 ساعت باشه. من ببینید، دو تا نکته گفتید. گفتید یکی که سلول های پوست مثلا تازه میشن، برگای درخت تازه میشن، حتما. آیا ما شر رو، من که مشکلی ندارم که ما توضیح بدیم که یه بخشی از این جهان با دور ریختن خودش یا با از بین بردن خودش، سلول ها میتونن خودشون تیکای رو از بین ببرن بعد دوباره نو بشن. یا من یادمه که یک استدلالی آورده بودن، حالا درست یادم نمیاد، یک استدلالی بود که از یک مسلمانی شنیدم، خیلی جالب بود، بگذاریم الان یادم نمیاد، در باب این که مثلا سلول ها نو میشن. اصلا مشکلی نیست. من دارم میگم در جهانی که شر وجود داره، بله، یک موجوداتی، یک بخشی از جهان میتونه با خوردن بخش دیگری از جهان خودش رو بهتر بکنه، عیبی نداره. مثلا اینطوریه که جهان کار میکنه. ولی اولا که بحث ما سلول ها نیستن، چون سلول ها قدرت درد و رنج فهمیدن ندارن، یا پوست درختان نیستن، یا اونا درد و رنج رو نمیفهمن. من مشخصا در مورد همون چیزی که آقای ملکیان میگه، میگه آقا من موضوع من انسان های گوشت و پوست و خون و استخون داره. من حتی فراتر از آقای ملکیان میرم، من میگم موضوع من تمام موجودات گوشت و پوست و خون و عصب داره که میتوانن درد و رنج رو بفهمن. اینا که دیگه اون گوزنی که جلوش بچهش رو میگیرن گرگا و پاره پاره میکنن، این که دیگه تازه نمیشه، این داره درد و رنج رو میفهمه، داره ترس رو میفهمه. اون کودکی که اون مگس که گفتم تو چشمش میره و مغزش رو میخوره، که دیگه تازه نمیشه. اون همه دایناسورهایی که اونطوری کشته شدن و اون 500 چند صد میلیون سال همدیگه رو کشتن و پاره پاره کردن، بچهای همدیگه رو خوردن، همه آنچه که شما میدونید بهتر از من میدونید، که اینها تازه نشدن دوباره. اینا که قضیه تازه شدن نبود، این درد و رنج چیزی که موجودات حس کردن و بعدش هم مردن. بعضیان با درد و رنج تا آخر عمر زندگی کردن. میبینی یک موجودی که چشمش کور شده، پاش شل شده، با بدبختی، با درد، حتی نمیتونه خودش رو بکشه. میدونید خیلی از حیوانها آنچنان در عذابن که حتی توان کشتن خود رو ندارن. خیلیاشون وای میسن، مثلا شما دیدید گاوی که توان راه رفتن و از درد زیاد پاش شکسته نمیتونه راه بره، وای میسه دیگه جلوی گورکا، جلوی کفتارها وای میسه که زنده زنده تیکه تیکه بدنشو میکنن، دیگه نمیتونه، نمیکشه. خب این یکی دوتا نیست، به طور روزمره، به طور در هر ثانیه این اتفاق تو طبیعت داره میفته، قبل از ما افتاده. این دیگه تازه شدن نیست. داستان مار و موش هم که گفتید، ببینید حتما من با شما موافقم که ما دخالت ممکنه بکنیم در طبیعت، که یک موجودی رو بکشیم در مقابل اون یکی، اکوسیستم رو به هم بریزیم. من اصلا باور ندارم که این اکوسیستم خیرخواهه و ما مثلا باید نگهش داریم چون خیر. منم با شما موافقم، اکوسیستم پر از شر. من در مقابل یکی از دوستان مسیحی میگفتم که ایشون به من گفتش که شما اینم از شر طبیعی مینالی، آیا حاضری برین جنگلای آمازون رو همه رو قطع بکنی به جاش برای ویگن ها غذا بکاری، تو که این همه تعریف ویگن بودن میکنی؟ اگر راست میگی، اگر به نظر شما این همه موجود دارن جان دیگر پاره پاره میکنن، خب برو جنگل های آمازون رو قطع بکن، ولی ما به خاطر زیباییش، به خاطر قشنگیش اینو نگه می‌داریم. پس شر میتواند باشد چون چیز زیبا. من گفتم آقا عزیزم اصلا آرگومنت این نیست. ما حق طبیعت رو ما نمیتونیم با بهم زدن طبیعت، اصلا تا دانش این رو نداریم که چقدر درد و رنج ایجاد می‌کنیم. اگر من میفهمیدم که با از بین بردن جنگل‌های آمازون درد و رنج انسان و حیوان کمتر میشه و این جهان جای بهتری میشه برای آیندگان، اولین کاری که می‌کردم یه ترن می‌گرفتم، یه هواپیما می‌گرفتم، با یه تبر می‌رفتم شروع می‌کردم به قطع کردن اون درخت‌ها. ولی باور ندارم همچین چیزی رو. باور دارم که درد و رنج بیشتر میشه اتفاقا. نمیگم درد و رنجی نیست در اون جنگل ها، حیات مجبوره برای بودنش درد و رنج ایجاد کنه. این در دل حیات من، این رو پذیرفتم دیگه، کاریش نمیتونم بکنم. نمیتونم برم تو جنگل ها جلوی هر گرگی رو بگیرم که طعمه خودش رو نکشه، چون میدونم اگر این کارو بکنم چرخه حیات رو به قول شما به هم میریزم. مجبورم تحمل بکنم. ولی در اون جاهایی که میتونم درد و رنج رو کم بکنم، مثل جامعه انسانی، در اون جاهایی که میتونم درد و رنج رو کم بکنم، مثل گوشت نخور
نخوردن، مثل حیوان‌ها رو استثمار نکردن در حقیقت، اونجاها انجام میدم، اونجایی که میشه. یه جاهایی مجبورم بپذیرم، چون اگر بخوام همه طبیعت رو نابود بکنم ماشین به جاش بذارم، احتمالاً بیشتر درد و رنج ایجاد کردم. حالا این پاسخ من میتونه باشه. اگر موافق، اگر پاسخ دیگری دارید بفرمایید، اگر نه که ما با آقای بهنام صحبت رو آغاز کنیم. خیلی ممنون، مرسی. خیلی گفتگوی خوبی بود. بله، منم خود دوست داشتم. اگر موافق، اگر به این نکات حالا شما هم یه فکری بکنید، منم همینطور، بعد حالا میتونیم هفته دیگه دوباره در همین باب صحبت کنیم. خیلی ممنون. بله، حتما میام. مرسی. خیلی منم استفاده کردم. مرسی.